بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. امروز جمعه دوم ماه اکتبر سال 2015 میلادی و برابر است با دهم مهر ماه 1394. بله، فصل پاییز است و دوستان در برنامه کانون آوا از زمستان و پاییزهایی که در سازمان مجاهدین داشتند با شما صحبت میکنند. امروز با آقای علی جهانی هستیم که ایشون قبلا هم در برنامه مجاهدین جدا شده یا منشعب، البته مجاهدا به این نام میگن که بریده، ما نمیدونیم از چی بریدن، در هر صورت مهمان بودن. ویدیوهای ایشون در بایگانی تلویزیون مردم و بایگانی کانون آوا موجود هست، میتونید ویدیوها رو تماشا کنید. هر جا پرسشی داشتید و یا نظری داشتید با این دوستان مستقیما به اصطلاح تماس بگیرید، مطرح کنید، پاسخ خواهند داد، درست برعکس سازمان مجاهدین. و امروز هم می نشینیم پای صحبت‌های علی جهانی، شخصی که جوانیش رو در سازمان مجاهدین اگر اشتباه نکنم به مدت 20 سال اونجا بوده و امروز من و شما رو میبره به اون روزها و صحبت میکنه. قبل از برنامه با ایشون صحبت کردم، گفتم که چقدر، چند دقیقه، چند ساعت، چند روز میتونید صحبت کنید. ایشون با خنده گفتن که مثنوی ما 70 من میشه و با هم صحبت آقای علی جهانی از آلمان رو میشنویم. ضمن سلام و خوش آمد به ایشون. آقای جهانی خوش آمدید، امیدوارم که ایام بر وفقتون و روزها بهتر از دیروز بگذره. من هم ساکت میشم تا ببینیم که شما از خاطرات جوانی و سازمان مجاهدین برای دوستان چه میگویید. بفرمایید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سوربی و بینندگان محترم تلویزیون مردم. من می‌خواستم امروز گفتم که بهتر راجع به خاطرات و با توجه به ایمیل ها و سوالاتی که راجع به مناسبات داخل این فرقه رجوی وجود داره و دوستان و عبادداران و ایرانیان آزاده مستمر می‌کنه از این وضعیت داخل مناسبات سازمان، گفتم که امروز من به عنوان کسی که 20 سال تو این مناسبات فرقهی رجوی بودم و فعالیت داشتم و از نزدیک شاهد مناسبات قرون وسطایی این فرقه تروریستی بودم، تجربیات تلخ خودم رو در اختیار مردم و هموطنان قرار بدم و هم این تجربیات تلخم رو که به هموطنان ما ارائه بدم، هم در واقع پرسش‌هاشون پاسخ بگیره، همین که تجربه‌ای بشه برای جوانانی که دیگه مسلمان زندگی خوشنا، جوانی خوشنا تو این گروه ها تباه نکنن و گول این فرقه‌های تروریستی رو تحت عنوان سازمان‌های انقلابی و مبارز نخورن. همونطور که شما اشاره کردین، من بوده 20 سال بهترین دوران عمرم، یعنی بهترین سرمایه هر کسی عمرشه، بهترین دوران عمرم جوانیه که من جوانیم و تو این مناسبات فرقه رجوی تحت عنوان سازمان انقلابی مجاهدین خلق ایران سپری کردم. من در سال 58 که دوران راهنمایی بودم، 15 سالم بود، با این سازمان آشنا شدم توسط یکی از معلمان به نام ستوده که ایشان بعدا متوجه شدم عضو سازمان بوده و بعدش هم سال 60 توسط سال 60 بعد از که رجوی فرار کرد رفت فرانسه و نیروهای سازمان را بی پناه توی ایران گذاشت، اونم تو درگیری ها قربانی این فرقه شد و کشته شد. من بعد از جریاناتی که پیش اومد و تو درگیری هایی که تو دریان جنگل
جنگل پیش اومد و کلی از نیروهای سازمان کشته شدن، و من دیگه قطع شدم تا سال 65 توسط یه گروهی از اعضای با سابقه سازمان که زندانی بودن و آزاد شده بودن دوباره وضع شدم و قرار شد اعزام شدم به عراق، که سال 66 اعزام شدم به عراق توسط همین گروهی که به اصطلاح تیم اعزام بود، از زندانیان با سابقه بود که آزاد شده بود. بعد سال 66 سازمان این گروه که زندانیان نفرات اعزام میکردن اینا رو گفت که شما هم باید بیان عراق، که اینا با توجه به اختلافی که با سازمان پیدا کردن، شناختی که از روز سازمان داشتن، قبول نکردن که بیان اینا. از اونجایی که به طور خاص رجوی هیچ ارزشی برای جان نیروهاش قائل نیست، تو رادیو اون موقع رادیو مجاهد اینا رو تحت عنوان بختک معرفی کرد و همه اسم و مشخصاتشون رو گفت تو رادیو و اونا هم دستگیر شدن و معلوم نیست که سرنوشت دوچارشون شد، دوچارش سرنوشتی شدن. یعنی میخوام بگم که رجوی هیچ ارزشی برای جان نیروها قائل نیست و تا اونجا که میتونه استفاده میکنه از نیروها به صورت یک کالا و نیروها رو چی میگن؟ ملک شخصی خودش میدونه و اینجوری نیروها رو دم تیغ داد و به کشتن داد و نمیدونم خلاصه چه سرنوشتی به دوچار اونا شدن. من میخواستم بگم که من خودم بعد از که دیپلم گرفتم تو کنکورم تو رشته داروشناسی تو شیراز قبول شدم، دانشگاه شیراز، دانشگاه شیراز، ولی سازمان گفت که نیروهای سازمان نباید ادامه تحصیل بدن به خاطر که نمیتونن حرفه‌ای مبارزه کنن، باید تحصیل ادامه ندین و باید دنبال مبارزه باشین. از اونجا هم که ما هم یک جوانی بودیم، شور و شوق انقلابی داشتیم و ولی شعور سیاسی ما اونچنان بالا نبود که شور سیاسی انقلابی نداشتیم، فقط شور انقلابی داشتیم که دوچار میگه تو کله این سازمان افتادیم و بالاخره ادامه تحصیل ندادیم. خلاصه سال 66 من اومدم از طریق پاکستان اومدم عراق، که اون موقع آقای رجوی ارتش به اصطلاح آزادی بخش رو تشکیل داده بود. ارتش آزادی بخش فلسفهش در واقع این بود که اونجوری که خودش توضیح میداد میگفت که مثلا ما همونجور که شورای به اصطلاح ملی مقاومت رو میگفت که شامل همه گروه سیاسی است که بگذاریم فقط 4-5 نفر از بازنشستگان سیاسی مثل آقای هزارخانی که دیگه نمیتونن کار کنن نه چی، فقط اومدن برای این کار میکنن، بقیه این 500 خورده‌ای عضو شورا همشون عضو سازمان هستن. این ارتش آزادی بخش ایشون هم که میگفت که من اینو تشکیل دادیم که تمام نیروهایی که میخوان 3 ماه زیر داوطلبانه بیان توی برای مبارزه کنن بیان اینجا توی این ارتش آزادی بخش مبارزه کنن. این ارتش آزادی بخشی که تشکیل دادن همه سازمان مجاهدین بودن، اسم مستعار همه سازمان مجاهدین بود، به اضافه 30-40 نفر افرادی بودن، 7-8 نفرشون مسیحی بودن و بعدشون هم اعتدالی بودن که لایق بودن، به اصطلاح مذهبی نداشتن، که اینا را ابتدا گذاشت توی که یگانی به نام یگان مستقل. بعد جریان انقلاب مریم که پیش اومد به اصطلاح این انقلاب ایدئولوژیکیش، اینا را گفت که شما باید منو قبول کنیم به اونها رو رهبر عقیدتی. ایشون این افراد گفتن آخه ما مسیحی هستیم، ما اینم اصلا مذهب نداریم، ما رهبر عقیدتی شما مسلمونی خودتون شیعه میدونین و که ما اصلا نمیتونیم شما رو به اونها رو رهبر کنیم. باشه رهبر سیاسی کنو قبول داریم، رهبر عقیدتی دیگه چه صیغه ای، باشه مجاهدین قبول دارم ما نمیتونیم. گفتن نه، باید مجبورشون کرد، حتی فشار این افراد هم مجبوری به اصطلاح شدن مسلمون و مجاهد و از این حرف.
این هم از ارتش آزادی باشی که البته در اصل یک ارتش کوچیکی بود برای خدمت صدام. اصولا من اینجا تو پرانتز یه چیزی راجب رهبر عدیدتی بگم. اصلا فلسفه جناب آقای سروش، فلسفه این که رجبی خودش رهبر عقیدتی میدونه، یعنی این که بتونه دیکتاتوریش رو توجیه کنه، اون زورگویی و اون سرکوب شدید و اون سانسوری که تو مناسبات وجود داره رو اینجوری توجیه کنه. میگه که من رهبر عقیدتی هم، رهبر عقیدتی هم، یعنی هر چی که میگه باید نیروها بدون چرو چرا، مثل همه فرقه ها دیگه، یه رهبر دارن، رهبر میگه باید همه بمیرن، رهبر اون فرقه همه میرن خودشون میکشن. نمیدونم رهبر میگه این کارو بکن، همه بدون چون چرا باید اون کارو بکنن، بدون اینکه اصلا هیچ دلیلی اون کارو بدونن و اصلا توجیه بشن و قانع بشن. این ضرورت رهبری که رجوی میگه بحثش و این رهبر عقیده فلسفهش اینه، او من بتونم راحت دیکتاتوری بکنم، هر چی هم میگم بدون چون چرا شما باید قبول کنید. من تو این رابطه یادمه تو یکی از این نشستایی که مهوش سپهری تحت اسم مستعار نسرین گذاشته بود، من اونجا یه بحثی رو کرده بودن راجع به این که مریم رجایی گفت هر کس از زندان آزاد شده و چیز بوده بریده و خائن بوده. بعد من گفتم آخه این چه بحثیه، طرف اصلا بحث اشتباه است، طرف 10 سال زندان بوده، بعدش هم که آزاد شده نرفته دنبال زندگی، اومده تو مناسباتتون تو بیابونه عراق داره براتون فعالیت میکنه. اصلا این بحث درست نیست که اینجوری بهش بگیم تو خائن بوده. گفتم اگر اینطوری باشه خب رجبی هم زندانی بوده آزاد شده، اونم میشه بریده و خائن. این نامه رو نوشتم دادم به اینا، بعد هیچی دیگه، منو صدا کردن توی یک اتاق خود مهوش سپهری با آقای ابراهیم چیز مهدی ابرشمچی، منو چسبوندن به دیوار، گفتن تو چرا اینو نوشتی؟ گفتم خب به ذهنم زد. گفتن تو راجب رهبری اصلا نباید فکر کنی، اصلا ذهن تو گل بگیری، هر چی اصلا نباید تو فیته رهبری وارد بشی. یعنی منظورم اینه که وقتی اینا میگن رهبر عقیدتی، یعنی دیگه مطلق هیچ اصلا نباید بگید چرا رهبری اینو گفت، چرا رهبری این کارو کرد، چرا اون کارو، اصلا بحث چرا دیگه وجود نداره. یعنی تو این حد اینا که میگن رهبر عقیدتی رهبری، یعنی دیکتاتوریش رو توجیه کنن، یعنی راحت بتونه دیکتاتوری، همونطوری که میگه تشکیلات هست، تشکیلات، یا یه بحثی داشتن ما دستور تشکیلاتی، بهت میگفتن بهت دستور میدیم یعنی این کارو باید بکنی، تشکیلاتیه یعنی دیگه باید انجام بدهدی. در واقع اسم مستعار دیکتاتوری هست که با چیز نظام رهبر عقیدتی و تشکیلات تحت عنوان تشکیلات نه تو مناسبات در واقع به صورت سرکوب شدید و سانسور شدید و خفقان ارائه میکرد. بحث انقلاب کردیم، بحث انقلاب قضایی مریم به اسلام و انقلاب ایدئولوژیکی هم بحثش این بود که رجبی میخواست خودش رو به عنوان رهبر جا بزنه. سال 63 تا اون زمان سازمان توسط دفتر سیاسی اداره میشد که اعضای بالای سازمان این هیئتی این کار رو میکردن و بحث میشد یه موضوعی و همه قانع میشدن، بس اجرا میشون. ولی رجبی میخواست خودش رهبر کنه، اومد این بحث انقلاب و از این چیزا رو مطرح کرد و توجیه دست شرعیش هم این بود که همونطور که حضرت محمد با زن پسرخوانده‌اش ازدواج کرده و منم میتونم به رفیقم بگم تو زن تو طلاق بده، من زن تو بگیرم، مریم رجبی که زن مهدی ابرشمچی بود. و این اسمش رو گذاشت تون سال 63 ضرورت رهبری، یعنی به خاطر رهبری، به خاطر بحث ضرورت رهبری که وجود داره ما باید این کار رو بکنیم، اونم از نوع رهبری عقیدتی.
و بعد این بحث رو ادامه داد تو سال 68، باز ادامه به اصلا گفت انقلابمون رو میخوایم تعمیق کنیم و این اسمش رو بذاری ضرورت سرنگونی، که بخاطر سرنگونی چون ما نتونستیم سرنگون کنیم توی عملیات فروغ جاویدان، بخاطر این بوده که شما گیر زن بودین و وابستگی داشتین به خانواده نتونستیم و بس رهبری اینجا فراموش شده، شما به رهبری به عنوان یک رهبر عقیدتی دستوراتش رو خوب اجرا نکردین، باید بریم زن رو تنم طلاق بدیم، بچه ها رو هم آواره خارج کشور کنیم و اینجوری تمام عیار تحت اختیار مسعود و مریم باشید. آقای جانبه باشید من حرف شما رو قطع میکنم، بارها شنیدیم از دوستان مخصوصا پس از اون فاجعه شکست فروغ جاویدان که الان دیگه به دروغ جاویدان معروف شده، ایشون دیگران رو سرزنش کرده. هیچ وقت شده که آقای رجوی از خودش یا از مریم رجوی به اصطلاح انتقاد کنه که اینها رهبر و رئیس جمهور و فرمانده ارتشی خوبی نبودن که عملیات به شکست به اصطلاح منجر شد؟ من تا به حال هیچ موقع نشده، چون من چون در نزدیک شاهد این بحثای بعد فروغ بودم، بعد به اصطلاح همان فروغ جاویدان که بهتر بگیم دروغ جاویدان، نشستایی که گذاشته بود مسعود رجوی تمامش بحثش این بود که شما تو تنگه چارزبر گیر نکرده بودیم به لحاظ نظامی. آخه نیروها هممون میگفتیم آقا بحث نظامی دو تا تو چارتاست، یه عملیات کوچک میخواستیم بریم کلی مانور میکردیم، ما میخواستیم عملیات سرنگونی بریم بدون کوچکترین مانور نظامی قبلش. بله اجازه بدیم برای دوستان بیننده که قبلا ممکنه اینو نشنیده باشن بگیم که اینها چون میخواستن به اصطلاح عملیات بزرگی انجام بدن، وعده و وعید دادن که 8 ساعته به تهران میرسن، که بعضیا میگن که حتی اگه با ماشینای خیلی لوکس با سرعت رانندگی میکردید شما نمیتونستید، حالا چه خاصه با تانک و اسلحه و اینها. و من شنیدم که حتی بعضی از دوستانی رو که به اصطلاح ریکروت کرده بودن یا جمع‌آوری کرده بودن از کشورهای دیگه، اینها با شلوارهای لی و با لباسهای معمولی حتی درست روز هم آموزش نظامی ندیده بودند و به قول شما آمادگی نداشتن. بفرمایید. بله دقیقا همینطور، یه سری از خارج کشور هوادارانشون آورده بودن، طرف همون شب رسیده بود فرداش عملیات بود، یعنی اصلا نمیتونست کلاش استلا را چطوری بگیرم، مسئله چیز فردیمون کلاش بود، اصلا نمیتونست آموزش ندیده بود. و خود منم گذاشته بودم توی تیم به اصلا ضد هوایی سام 7. من اصلا نمیدونستم این موشک صاحب هم چیه، فقط اینا به ما یه نیم ساعتی بردن، یه نفر که خودشم از رو کتاب خونده بود به من گفت که اینجوری میگیری اینجوری، ما با 4 تا موشکش رفتیم صحنه بود، دوتاش که تو منهدم شد یه دونم زدیم منم بودو سم رفت، از این موشک های حرارتی بود شما بکنم بهتر. بله اونایی که دنبال به اصطلاح هر اگزوز چیز میره. بله یه چیز سلاح زیاد چیزی نمود، ولی در اصلاد من که اونجا بودم اونم آموزش کافی ندیده بودیم، یعنی مانوب نشده بود، آموزش کافی ندیده، نیروهایی بودن اصلا سلاح دستشون نگرفته بودن، به قول شما تازه از خارج اومده بودن، یه دست لباس بهشون دادن بودن یاله بریم عملیات سرنگونیه. بعد تیم بندی کرده بودن، مثلا ما یه تیپ ما اون موقع تیپ چیز بود، تیپی بود که باید میرفت پادگان‌های چیزا میگرفت تهران رو که حفاظت مسعود رجوی و مریم که بعدش میخوان بیان اونجا مستقر شن، محلش مشخص شده بوده همه چی. خب بعد این عملیات که شکست خورد، خب معلوم هم بود نیروها همه متناقض بودن و قول معروف مسئله دار بودن، میگفتن آقا خب این عملیات چه عملیات سرنگونی که ما هیچ آمادگی نداشتیم، این نه آموزش درست حسابی نه نمیدونم مانور درست حسابی کرده بودیم. رجبی میگفت نه شما تو تنگه چهارزبر گیر نکردیم لحاظ نظامی، شما تو تنگی ایدئولوژیکی گیر کردیم، اونم تنگی ایدئولوژیکی این بوده که به جایی که به فکر من باشیم به فکر زن و بچه و از این شوهر و اینا بودیم، یعنی در واقع همه مسئولیت انداخ گردن نیروها به جایی که خودش ذره‌ای به خودش انتقاد کنه که آقا من این همه نیرو رو بردم تو قصدگاه،
من عرض کردم تو اول عرایزم خدمت شما که حالا تو این پرانتز باز ارزش نداشتن جان نیروها برای رجبی. ببین تو همه مفتاها از اون سامان که تو ایران همه نیروها رو گذاشت دم تیغ باده فرار کرد کلی نیروها کشته شدن و زندان شدن و اعدام شدن، تا به امروز رجبی هیچگاه هیچ ذره ارزش برای جان نیروها قائل نبوده و نیست. ببینید چه توی عملیات هایی که مثل همین عملیات تحت عنوان فروغ کلی رو کشتن داد فقط به خاطر حفظ بقای خودش، حفظ جان خودش و تشکیلاتش، چه بعد سرنگونی صدام هم که دیدیم تحت عنوان حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف و الان هم اصرار در ماندن توی عراق، کلی نیروها رو به کشتن داد. اینا بهانه است فقط حفظ اشرف، حفظ اموال اشرف یا اصرار تو ماندن. در واقع به طور واقعی اگه بخوایم عرض کنیم حفظ جان خودش و اینا رو سفر بلای خودش و نمیدونم به عنوان تحت عنوان گوشت دبتوب استفاده میکنه و هیچ ذره ارزش قائل نیست برای جان نیروها. آقای جانی اجازه بدید من یک چیزی رو بگم خدمتتون، چون ما الان حدود 3 هفته هست که ویدیویی رو از خانم شیرین نریمان در وایس آف آمریکا پخش کردیم، با یه آقایی به نام کریمی اگه اشتباه نکنم صحبت کردن. اون آقا خیلی قشنگ توضیح میده که ایدئولوژی و عقاید سازمان مجاهدین طی سالها عوض شده و اینها حقیقتاً بازی رو باختن. خانم شیرین نریمان که در تلویزیون مردم هم اتفاقا چندین برنامه داشتن و من ایشون رو هم خودش رو هم برادرش رو شوهرش رو تقریبا خانوادهشون رو میشناسم، با افتخار میگفت که سازمان ما 120 هزار تا کشته داده. حتی دوست خوب من مرداد که اهل شیرازم هست یکی از بزرگترین افتخاراش این بود که سازمان 120 هزار کشته داده، در صورتی که من که در ارتش بودم یادم هست حتی مانورهای معمولی که به اصطلاح میشد افتخار این بود که مثلا هیچ کس اسیر نشده، هیچ کس کشته نشده، یعنی اینقدر این گردان گروهان تیپ 55 هوابرد خوب بوده، آموزشش خوب بوده، فرماندهیش خوب بوده که هیچ تلفاتی نداده. چجوری آقای رجوی از این ماجرای کشته شدگان به اصطلاح به نفع خودش استفاده میکنه؟ بله من شاهد بودم که حتی اون ماجرای تیراندازی که شد 50 خورده یا 30 خورده کشته شدن، اینجا مراسمی گذاشتن و اینها وارد هستن که از به اصطلاح کشته شدن دیگران بهره ببرن، ولی من میخوام ببینم توی مغز اون 3400 نفر یا توی مغز اون هوادارانی که در خارج از کمپ هستن چی میگذره که به اصطلاح کشته شدن یا از دست دادن نیرو رو افتخار میدونن. این رو شما میتونید توضیح بدید چجوری توضیح میدادن، چجوری توجیه میکردن توی سازمان مجاهدین که اون موقع برای شماها قابل قبول بوده؟ بله اون توجیهی که میکرد و اونجوری هم که ما رو قانع میکرد و قانع میشدیم این بود که میگفت که این وقتی که یک نفر کشته میشه باعث میشه صدها نفر به سازمان اضافه بشن. ما همیشه بحثمون بود حق حقیقتا شما درست میفرمایید، واقعا یک ارتشی یا یک یگانی یک عملیاتی میکنه اگر خوب عمل کنه کمتر باید کشته بده، بیشتر از دشمن کشته و تلفات بگیره تا موفق بشه. ولی در واقع اینا میگفتن نه، اینا همیشه برعکس میگفت که مثلا ما باید بیشتر کشته میدادیم. یه عملیات میشد مثلا 100 نفر کشته میدادیم، میگفت که نه ما خیلی مثلا باید 1000 نفر کشته میدادیم، این عملیات ارزشش این بود ما کم کشته دادیم. همیشه اینجوری توجیه میکرد و این بحث هم که شما میفرمایید اینجوری توجیه میکرد. من خیلی هم بودم که با همین انگیزه میگرفتن، مثلا دوستش کشته شده بود میگفت برم انتقامش رو بگیرم، چون اینجوری باور میکردن که این توسط حکومت ایران کشته شده و اینو نمیفهمیدیم که ما الان از بیرون میفهمم که این توسط به خاطر سیاست‌های غلط آقای رجوی و به خاطر استراتژی غلطی که دنبال کرده و ساختار فرقگرایانه و اندیشه فرقگرایانه که داشته این نفر کشته شده. مثلا اینا رو ما اون موقع نمی‌فهمیدیم، اینا میگفتیم آره این نفر یک آدم درستش
درست بوده و توسط یک حکومتی جبار که داشته مبارزه میکرده کشته شده، ولی نمیفهمیدیم که این دکان شهیدسازی رجوی بوده که باعث کشته شدن این شده و این سیاست های غلط و استراتژی غلطی که رجوی دنبال میکرده باعث کشته شدن این شده، ولی اون موقع ما این درک نداشتیم. الان اون نیروهایی که اونجا و هیچ اطلاعی از بیرون ندارن احتمالاً تو این چیزن، تو این فکرن که آقا به اصطلاح این آقا در راه مبارزه با یک آرمانی شهید شده، کشته شده، در صورتی که این آرمانی نبوده، فقط مقاصد و اهداف سیاسی رجوی بوده که برای بقای جان خودش و حفظ تشکیلاتش این کار کرده. بله آقای سوربی، میخواستم در ادامه بگم که آره این انقلاب را انداخت، بعد اون فروخ، آره شما نتونستین سرنگونین، باید زناتون طلاق بدین، همه زنا بیان اون بحث و انقلاب که دیگه نمیخوام واردشم، و دوره به دوره نیروها را میبرد تو این انقلاب، میگفت باید طلاق بدین. دوره ما هم دوره هفتم انقلاب به اصطلاح بود، یعنی ما جز دوره های نفرات دوره هفتم بودیم که وارد این انقلاب شده، که من اونجا بحثم این بود آخه ما که کسی رو نداریم، ما اصلا مجرد بودم، من 22 سالم بود وارد سازمان شدم و من اصلا نه تا خودم هم با خودم عهد کرده بودم اون موقع که مثلا تا سرنگونی ازدواج نکنم، موقع هم که ما آمدیم با من میگفتن سال 67 که اون مثلا پروگره دیگه سال سرنگونیه، ما وای دو سال سرنگونیه دیگه که سرنگونیمون هنوز محقق نشده. به نظر میاد هر سال اینشون گفته سال سرنگونی هست. زمین طبق اون چیزی که شما میگید یه مقدارش درسته، مسئله انتقام یا خونخواهی اگر یه فامیلی یه نفر از دست بده چند نفر ممکنه بپیوندن، ولی برای اینکه بفهمیم اینها حساب کتابشون غلط بوده به آقای مرداد یا به خانم شیرین نریمان باید گفت خب اگر حساب درست بود 120 هزار تا حالا هر کدومش 100 نفر برمیگردن میان به سازمان به اصطلاح میپیوندن پیشکش، بگیم 3 نفر، بگیم 5 نفر اگه آمده بودن، که امروز باید اینها بیش از 360 هزار، بیشتر از 500,000، 600 هزار تا سرباز داشته باشن، ارتش داشته باشن. ضمناً شما در رابطه با ارتش آزادی خواه صحبت کردید، وقتی افرادی مثل آقای هزار خانی که پیرمرد از کار افتاده ای هست و شنیدم که حقوق میگیره که اونجا باشه، اینها در ارتشی که نه اسلحه داره نه توپ و تانکی داره، اصلا خنده آوره که این الفاظ رو، مثل اینکه مثلا من سواره یه دوچرخه بشم اسم خودم رو بذارم فضانورد، هر کی هم گفت بگم من خب دارم تو هوا میرم دیگه، من فضانوردم. اینا رو چگونه توجیه میکردن برای دیگران؟ وجود افرادی مثل آقای هزارخانی، حتی دوست خوبمون آقای فیلابی که از قهرمان بودن و پهلوان بودن ایشون واقعا به نحو بسیار بدی سوء استفاده شده و امیدوارم که یه روزی ایشون به خودش بیاد و مثل دیگران به اصطلاح بگه مشکلات این سازمان رو، اینا رو چگونه اونجا توجیه میکردن؟ توجیهش رجوی که تو این سخنرانیاش صحبتاش نشستاش میگفت این بود که میگفت ما دوتا بال داریم، با این دوتا بال داریم با حکومت ایران مبارزه میکنیم، بال نظامیش به اصطلاح همون ارتش آزادی باشه که بهتر بگم شما هم یه بار فرمودیم که به اصطلاح خانه سالمندان بیشتر شبیه، چون همان دیگه تو این بال نظامی مش سال خورده هستن که اکثرشون مسن و بیمارن بیچاره و سلاح هم که ندارن، پایگاه هم که ندارن، و اون بال سیاسیشه که به اصطلاح شورای ملی مقاومت که اونم عرض کردم خدمتتون خودشون میگم 540 تا عضو داره، وجز 7-8 نفر بکنم مثل آقای زرخانی و مهدی سامه و یا آقای فیلابی، بقیهشون عضو سازمان هم که بیشترشون هم همین زنای به اصطلاح شورای رهبریشن. میگو به این بال سیاسی مونه که این داره تو خارج کار سیاسی رو میکنه، ما هم از این مرد داریم کار نظامی میکنیم، داریم سرنگون میکنیم، که هر سال هم بقول شما سرنگونی، سال سرنگونی میشود و هیچ خبری از سرنگونی نبود. من چند وقت پیش نوار دیدم از منظور رجبی میگو که حد اکثر اون موقع که تازه از ایران زده بود بیرون فرار کرده بود رفته بود، حد اکثر تا 2 ماه دیگه حکومت ایران سرنگون میشه، اون موقع بحث 6 ماه هم نبود. البته جوک ساختن در این مورد آقای جهانی، میگن که آقای رجوی گفته که حرف مرد یکیه، چون من 30 سال پیش گفتم 6 ماه دیگه، حالا همون 6 ماه دیگه رو میگن.
مولانا نصرالدین پرسیدم چند سال، گفت چند سالته؟ مثلا گفت 10 سالمه. بعد 5 سال دیگه هم ازش پرسیدم، بازم همونو گفت. گفتم آخه چرا نمیگی؟ گفت حرف من یکیه. بله بله، این عرض کردم خدمتتون که این ما رو تو انقلاب وارد کرد و ما گفتیم آقا ما که اصلا زن نداریم طلاق بدیم. گفت نه، یه چیزی تو اون ذهنتونه، حالا تو ذهنتون یه چیزی مثلا ممکنه یکی رو در نظر گرفتی، اونم باید طلاق بدید. اصلا تو خوابتون هم نباید بیاد زن، زن مثلا تو گیومه باید باشه. گفتیم باش، اونم رهبر انقلاب خودش زن داره، رسمی غیر رسمی ما نباید باشه باشیم. اینم از این برکات جامعه به طبق تویدی آقای رجوی بود. خلاصه سال 72 بود که بحث کردکشی بود، که جنگ کویت را افتاد و بحث کردکشی را افتاد برای نجات صدام. خب اونو میدینین که ارتش آزادی بخش هم یک ارتش کوچیکی بود برای مزدوری، برای صدام، برای خوشبختی به صدام، برای اون پولایی که صدام میگرفت نراند. اینجا به این نوع ارتش ها میگن ارتش های اجاره‌ای. بله در واقع همینجوری بود. بعد ایشون بحث کردکشی که کلی از نیروها مسئله دار شدن، گفتن آخه این مسئله عراق چه ربطی به ما داره که ما بریم تو جنگ اینا شرکت کنیم؟ من خودم با چشای خودم دیدم که اینا با این زرهی های MTLB، نمیدونم شما میدونه یا نه، مثل BNP ولی یه زرهی دیگه نفر بره. بله. میرفتن به صورت شنی دور درجا رو کردا، با شنی میرفت رو نفر. اینا با خودم با چشمه خودم دیدم نفر. بله. برای دوستان بیننده توضیح بدید که اون شنی اون چیزای آهنی هست که به اصطلاح تانک به جای چرخ ازش استفاده میکنه. که این میرفت رو نفر، میگفتیم آخه این چه چیزیه که ما مثلا به خاطر نجات صدام بیاییم این تا این حد مزدوری کنیم؟ حالا ما اون خبر نداشتیم که ایشان 30% از پول نفت رو میگیرن، نمیدونم خلاصه کلی با آقای صدام حسین معاوضه دارن و معامله دارن. خلاصه اینم از جریان کردکشی بود که اون موقع کلی اعتراض کردن، کلی هم اون موقع جدا شدن از سازمان به خاطر همین مسئله کردکشی. مسئله انسانی بود و سرکوب شیعان جنوب عراق بود، کسان عراق جنوبشو اینا سیطره میزدن. خود سیطره که سیطره همون ایستگاه های بازرسی پلیس هست تو راه. بله عربیش میشه سیطره. اینا سیطره ها را که باید خود عراقی ها مفهوم کلیس عراق باید چیز میگرفت، اینا خودشون میزدن که برای بسیار حفظ صدام کنترل کنن و نمیدونم این نیروهای مخالف را دستگیر کنن و تعبیر بدن و یعنی تا این حد مزدوری میکردن برای عراق. یه چیزایی مثل پاسگاه های جاندامری مثلا بین رو دقیقا اسگاه های بازرسی تو راه اصلی. خلاصه اینم از بحث کردکشی و با این جنگ کویت که بود که آقای رجوی اولش میگفت که ما میخواییم از این جنگ بهره بگیریم بریم ایران، و اون موقع تو بحث جلالله و تو اون شرای مرزی عراق یه سری عملیات ها کرد و بعدش هم خواست میگفت میخواییم بریم سرنگون کنیم که اونم نشد. تا اینکه سال 73 مریم رجوی رو فرستاد خارج کشور، گفت که مخواه مریم رجوی رو اولش که رئیس جمهور خودش که رهبر مادام العمر عقیدتی بود، رهبر چی رئیس جمهور مادام العمرم برگزیده شد توسط شورای دستاز خودش. اینا فرستاد گفت ما مخواه این رئیس جمهور رو بفرستم خارج کشور که اون بال سیاسی که همون شورای ملی مقامات رو خوب هدایت کنه، به قول خودش میگفت یه موشک استراتژیکی میخواهم پرتاب کنم که از همونجا بره ایران دیگه این بر نمی. بعد به دنبال اونم حدود 900 تا از نیروهای سازمان و فرستاد برای خارج کشور، از جمله خود منم جز اون نیروها بودیم که اومدیم خارج کشور برای دو تا قدم، یکی کار مالی اجتماعی که الان توضیح میدم، یکی هم کار نیرویی. کار نیرویمون این بود که به صورت همین مراسمایی که رام مینداختن مثل همین خیمه شب‌بازی که تو به مناسبت 30 خرداد توی پاریس هر سال راه میندازن،
از این خیمه شب‌بازی که راه انداختن ما باید برفتیم تو این کمپای جدید که تازه پذیرشی یا تازه از کشور ایران مثلا پناهنده اومده بود، میرفتیم اونا رو می آوردیم اتوبوس با اتوبوس می آوردیم. یعنی در حقیقت پناهجویان نه پناهنده که بکاشت تازه اومدن تو کمپای پذیرشی بود، اینا رو باید می آوردیم با اتوبوس توی مراسم ها و بعد اینکه شما کیس بهتون میدیم و قبول میشین و از این حرفا. اونا هم بنده خدا به خاطر که تازه اومده تو کمپ و با چیز کمپ زیاد آشنا نیست و فلان، از خداش بود که برای یه گشت گذاره بزنه یه هتلی اینوری اونور می اومدن که باید این نیروها رو جمع میکردیم یا بودیم کار نیروی بود اسمش. یکی هم کارمون کار مال اجتماعی بود. مال اجتماعی خدمتتون عرض کنم هر ساله سازمان دو ماه نوامبر و دسامبر تا 15 ژانویه رو بسیج مال اجتماعی می‌بود. باید میگفت که چون تو این ماه مردم اروپا به اصطلاح به خاطر کریسمس یک پاداش میگیرن و اضافه حقوق میگیرن و هم خوشحالن هم نمیدونم عیدشونه پول بیشتر میتونه ازشون بگیریم، در نتیجه باید شما برین از اینا اخاذی کنین. در واقع به طور بقول بعضی از ایرانی ها که ما تو خیابون میدن گفتن شما دارین گدایی میکنین. از بزرگت ما هم جزء این تیما بودیم که بعد میرفتیم مال اجتماعی تو خیابون هاست روزها 14 ساعت باید ما میرفتیم تو خیابون یا تو خونه گردی میرفتیم تو خونه مردم، ازشون یه آلبوم ما داده بودن و یه سری عکس بچه بود که مثلا میگفتم این بچه ها تو کمپ هم بین ایران و عراق یا ایران و ترکیه، بعد اون وقت اینا پدر مادرشون اعدام شدن توسط حکومت ایران، بعد اینا باید برشون لباس تحریر رو برای چادر رو برشون دارو باید بدیم. بعد این مردم سوال میکردن خب این کمپ کجاست؟ تو عراق؟ میگفتیم نه تو ایران. نه خب کجاست؟ توی منطقه مجهوله. میگو بعد ما همیشه من خودم یکی از سوالات همی بود خب چرا به مردم دروغ میگیم؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره. بعد ما میگیم این پول رو جمع میکنیم برای سلام، از اون بر ما میخوایم بگیم که نه این پول رو برای بچه هاست. چرا؟ گفت نه باید به اینا دروغ بگیم. یعنی من خودم میگفتم وای سازمان انقلابی چیزی، همیشه سوالم بود از مسئولین و هیچ موقع جواب من نمیدادن. بعد هدف از این مال اجتماعی آقای سوربیوت من تو هر کنم دو تا هدف داشتید. هدف اصلیش این بود که اینجوری اون پولایی را که از این بر اون بر میگرفت به طور خاص از صدام میگرفت به خاطر مزدوریش اینجوری بپوشانه، بگه که آره من خرج مخارج ارتشم ها خرج مخارج ما از طریق مال اجتماعی در میارم، از پولایی که از کمک های اجتماعی مردم در میارم چیز میشه که اصلا این پول زیادی نبود. هدف دومش این بود که خب باشه بالاخره یه پولی هم جمع میشه چون ما یعنی زمنان شما هم مشغول میشدید نه؟ بله؟ میگم زمنان شما هم مشغول میشدید تو خیابون دیگه، هم مشغول میشدیم همان که یه پولی بالاخره جمع میشد با این پول. مثلا بله. شما با این کار شما فرض کنیم این حدود 1000 نفر میرفتن روزانه هر نفرم تعهد داشت 2000 دلار، خودشون میگفتن دو خط باید دو خط بزنید. بله. بگفت 2000 دلار حالا چه نقدی یا اینکه به صورت چک یا اینکه مثلا آلمان هم بهش میگن اوبروایزن، به صورت اوبروایزن از نفر مثلا مردم پول بگیریم. یعنی نفر اگه 2000 تاشون چه چیز نمیکرد حق نداشت پایگاه بیاد. من خودم یادم یکی از بچه‌ها به نام موسا، اینم شمالی بود، بعد بهش گفته بودم مسئول شما مسئولین مالی هم که زنا بودم میشته زنه، بهش گفته بود اگر تو امروز نتونی 2000 تا رو بیاری حق نداره بیای پایگاه. روز شنبه هم بود، ایشون تو سوئد کار میکردن. بعد ایشون جدی نگرفت این بحث، گفت اصلا همچی چیزی نیست که من کجا برم دیگه جایی ندارم که فقط باید برم تو پایگاه دیگه. اون روز بنده خدا مثل که 400 کرون سوئد کار کرده بود، بعد برگشت زنه راهش نداد به پایگاه، بیچاره تا صبح توی تونلبان اونجا از این قطارهایی که شهری هستن داخل شهری بهشون میگن تونلبان، تو تونلبان تا صبح این روزای شنبه یک شنبه تا صبح این تونلبان هم میرن میان دیگه، یعنی چیز ندارن تعطیلی ندارن. بله به خاطر که مردم بیرون هستن و اینها، به خاطر که آخر هفته بله
بعد این بنده خدا تا صبح تو این تونل بان بود، یعنی تو تونل بان زندگی کرد، خوابی تا صبح توی سوئد اون کشور سرد، چون ماهای نوامبر و دسامبر هم معمولا سرده دیگه، نمیشه که بیرون وایساد، اونم تو سوئد تو کشور اسکاندیناوی. یعنی اینا اینقدر بی‌رحمن و بی چی میگن برای اهداف رسیدن به اهدافش، هیچ هم اولش هم عرض کردم هیچ ارزشی برای نیروهای نیستن. من خودم یادمه تو این رابطه تازه اومده بودیم، بعد یه مدتی ما رو فرستادن از آلمان، فرستادن سوئد که بریم اونجا کار مالی کنیم، زمستانم بود دیگه سرد، من کاپشن نداشتم باش برم کار. خانمی که اونجا مسئول دسلا پایگاه سوئد بود تو استکهلم، خانم بهشته شادرو که یه مدت هم از این جزء مسئولین اول سازمان بود، این خانم با اسم مستار تأمینه شمالی هم بود، مال رشته، بهشون گفتم من کاپشن ندارم برای این کار، هوای بیرونم خیلی سرده، یخبندونه، همیشه زیر 10 درجه 15 درجه زیر صفر بود. بعد ایشون با من 500 کرون داد که برم یه کاپشن بخرم. من رفتم اصلا بدترین کاپشن و پایین‌ترین کاپشن، قیمتش دیگه از 700 کرون کمتر نبود. بعد ایشون به من میگفت که شما باید بدزدی. اونجا تو سازمان دزدی رو میگفتن، دزدی اینجوری میگفتن، هلندی. بعد من گفتم من این کار رو نکردم، اصلا توی عمرم این کار رو نکردم، اصلا این کار زشتیه، من چرا این کار رو بکنم، نکردم. اومدم تو پایگاه، اون کلی هم با من دعوا و انتقاد، شما عرضه ندارین نمیدونم فلان از این حرف هم خوصدارم از ما گیره، که ما مجبور شدیم بعد از یکی از این هوادارا یک کاپشن دستوبون بگیریم برای کارمون. یعنی حاضر نبود حتی یک پول لباس با ما بده که ما در یه لباسی بذاریم که برای خودشون کار کنیم. اینقدر اینا برای چی میگن بیگاره کشیدن از نیروها چیز میکنن، دستلا کار میکنن. ای کاش یکی از این دوستان بیاد قیمت لباسایی رو که خانم رجبی میپوشن در این مراسم که با رنگ چیزا مت به اصطلاح جور و جفت میشه، ای کاش قیمت اینها رو میگفتن به دوستان که ببینن. ما باید کار میکردیم برای اون قیمت چیز آرایش، اون چی میگن پول آرایش و بسال آرایش و لباسای خانم رجبی. گرد بچه ها یه دفعه زیر بالشتش 10 میلیون پول جمع چیز پیدا میشه. آقای چیز صحبت میکرد، میگفت که به ما میگفتن جوراب رو امروز این لنگه رو این پا بپوش، آقای رزاقی فردا اون با اون پا بپوش که سوراخ نشه. اون وقت شما دوستان که این برنامه رو ببینید، خودتون برید عکس های خانم رجبی رو 30 سال پیش ببینید، عکس هاشو امروز هم ببینید، اون وقت خودتون قضاوت کنید که آیا بدون جراحی پلاستیک، بدون خرج های آنچنانی، بدون ماساژ های آنچنانی امکان داره یک زنی که در عراق بوده، در به اصطلاح این مشکلات نظامی بوده و اینها اینجوری بمونه؟ خود شما قضاوت کنید. نه اصلا اینجوری امکان نداره. ببینید من خودم توی مناسبات اونجا هم که بودم، حالا شما مریم رجبی رو میگید، این زنای شورای رهبری بالاشون که به اصطلاح مسئول فرمانده بودن، بعضی مثلا یکی از نیروها مسئله دار میشد، یا خودم مثلا میرفتیم تو اتاقش، شکلاتایی رو که می آوردن برای این خانم که چای بخوره، از چیز بخوره، شکلاتایی بود که من در اروپا هم نهیده بودم. یعنی مثلا ولی ما هیچی نداشتیم تو داخل مناسبه. یا مثلا غذای ما، مثلا اون یگانی که ما بودیم، غذای ما بپرد اون روز آش بود، غذای خانم جوجه کباب بود. مثلا اینجوری بود غذاشون، باید جدا براشون می بردن. همه چی جامعه بی طبقه تویدی اینا کاملا بی طبقه بود. مالا مریم رجبی یا مسئول رجبی رو از بونه که اونا مثلا تو سطح رهبری هم، تو سطح مسئولین پایینشون هم، تو بلاز قضایی و بلاز خورد و خوراک، بلاز سنفی، بلاز ماشین، بهترین ماشین به دست اونا بود که سرویس هم نمی کردن. بعد یه سری از این خانم های پایین تحت عنوان به اصلا کنیز بودن، ولی اینا اسمش رو می داشتن کنترله، که این باید آبدارچیش بود، براش قضا می آورد، براش نمیدونم لباساشو اتو می کرد، براش نمیدونم لباساشو می شست، کارهای اینجوری می کرد. این خانم فقط اونجا بشینه رو صندلی
کار تشکیلاتی بکنه. کار تشکیلاتی هم یعنی چی؟ اون فرامین اون زورگویی های رجوی رو اعمال بکنه روی نیروهای مسلم ما بدبخت که قربانی این سیاست های فرقه گرایانه شده بودیم. بله خانم رجوی، ما در همین رابطه میخواستم اینا بگم که مثلا ما تو مالی اجتماعی میرفتیم 14 ساعت باید بیرون بودیم تو این هوای سرد و اینا، شبام که بعد میرفتیم خونه هوادارا میخوابیدیم، غذا هم با ما پول نمیداد، میگفت برین با مکدونالد صحبت کنین که ما یه گروه داوطلب هستیم، مکدونالد و برگر کینگ از این چیزا، که ما یه گروه داوطلب هستیم، مثلا یه هفته میخوایم این شهر کار کنیم، شما غذامون رو مجانی بدین. یه نامه از اون مدیر مثلا اون شعبه مکدونالد میگرفتیم، غذامون بعد اینجوری میخوردیم، شب هم که میرفتیم خونه هوادار میخوابیدیم. یه 15 یورو تو آلمان که بودیم اون موقع مارک بود، 15 مارک به ما پول تو جیبی میداد، میگفت اینا حق ندارین استفاده کنین، فقط تو جیبیتونه نگه دارین. بعد آخر ما هم بعد اونو پس میدادیم 15 یورو رو. یا مثلا ما موقع تو آلمان بودم ماهانه 400 مارک حقوق پناهندگیم بود، اونم کارتمون میگرفتن خودشون برمیداشتن، یعنی اون 400 تای پناهندگی منم باید میدادم بهشون. یا 600 تا برای کرایه خونه بود، اینا خونه که برامون نمیگرفتن، یه دونه ساختمون آپارتمانی میگرفتن به اسم ما، به اسم خونه ما، بعد این میشد پایگاه سازمان. یکی از منطقاش به اسم من بود مثلا، ولی پولش رو از همون اداره سوسیال میگرفتن. در واقع همینجوری هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ مالی همینجوری باید از ما استفاده میکردن تا به مطامع سیاسی و مواسط سیاسی خودشم برسن. خلاصه دوران مال اجتماعیش اینجوری بود که عرض کردم خدمتون که ما باید تو خیابون نیرو همین پول جمع میکردیم، حالا به صورت چک یا بعد آدرس نفر رو میگرفتیم، آدرس رو میبردیم میدادیم به یه قسمتی به نام مالی ویژه، این آدرس ها رو برمیداشتن به اینا زنگ میزدن میرفتن یک بایشون کار میکردن اینا، بعد کلی پول از مثلا میدادن به دفعه 150,000 تا از یه نفر میگرفتن، بعد با اونا کار میکردن. اونایی که مثلا زبانشون خوب بود، ما که زبان زیاد بلد نبودیم اون موقع در حد که بتونیم با مردم پول تو خیابون بگیریم بود. بعد تو خود مالی ویژه از میان این کسایی که پول کلان ازشون گرفته بود یک تعدادی رو مستمری میکرد، در قبل همون آبونمه میشه نه؟ بله آره. که مثلا این تعداد آقا شما باید مثلا یک بچه ای رو تا سن 18 سالگی که برسه شما باید اینا چیز کنی، هر ساله اینقدر از هر ماه اینقدر براش بفرستی، مثلا 50 تا 100 تا، یعنی اینجوری هم یک پولی هم اینجوری میگیره مستمری. بعد یادم یکی از این آدم ها به چیز گفته بود که اون پسره، اون پسره که اسمش رو بهش گفته بودم، بچه که اسمش نمیدونم داریوش بود چی بود، گفت خب من میخوام برم این داریوشه رو ببینم کجاست، گفتم بین تو کمپ بین ایران و ترکیه است، گفت خب بلاخره من با هلیکوپتر میخوام برم اونجا، من میخوام برم این بچه که من بهش ماهانه اینقدر پول دادم الان 10 ساله دارم میدم برم ببینم که اینا که همچی کمپی وجود نداشت، اصلا چیز واقعی نبود، نه بچه وجود داشت نه کمپی، که بلاخره این به شکایت اینا کشیده بود. خلاصه یکی از چیزای کلاهبرداری به عنوان کلاهبرداری کلی هم چیز شده بود یارو از دست اینا شاکی شده بود و بالاخره کار به دادگاه کشید، نمیدونم چی شده پرونده. یا من یادم یه مورد، من تو خیابون این داریوش عکسش توی همه آلبومامون بود دیگه، بعد ما برای این داریوش پول جمع کردیم توی شهرهای آلمان به نام گوتینگن، اگه شما بدونین این بله. شهر دانشجوییه بله. ماهو هم تو اون درس خونده، ماهوی رهبر چین، این تو این گوتینگن من با یه دانشجو صحبت میکردم که برای این داریوش بخوام کمک بگیرم، آقا این زد زیر خنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت من کوچیک بودم با پدرم که اومده بودم دستمو گرفته بود این عکس این داریوشه داشتی برای پدرم توضیح میدادن دوستانه،
بعد هنوز این داریوش بزرگ نشده، هنوز همون شده. فهمید که ما داریم بابا چاخان میگیم کلاهبر داریم، ما بودیم بودیم بابا این جمع کنی حداقل این آلبوم رو عوض کنیم. بعد این دیگه واقعا مسکه بود، واقعا دیگه خنددار بود، یعنی آدم دیگه شخصیتش خورد میشد، باید میرفت تو خیابون برای پول جمع کنی با قول ایرانی ها که گدایی کنی برای اینو. از به حضور شما، بعد یه مدت هم رفته بودن یه کتاب آورده بودن به نام کتاب ما گلای خندانیم، یه کتابی رو که یکی از این اعضای سازمان محمد قرایی نوشته بود، عکسای بچه رو گذاشته بود و بعد اینا رو میرفتیم، به ما اجازه دیگه نمیدادن، اینقدر خراب کاری که کرده بودن، اینقدر این سر مردم کلاه گذاشته بودن، همه شهرها اجازه نمیدادن، بعد با اجازه نامه میرفتیم یه شهر کار میکردیم، بعد اینا میرفتن تحت عنوان اجازه کتاب فروشی این کتابه میرفتیم تو شهر. کتاب اون موقع قیمتش 2 مارک بود، توی روتگلدش هم نمیشد 2 مارک. بعد با طرف توضیح میدادیم اون راجب همین با همین کتاب، بعد میگفتیم حالا باید شما 500 تا بدیم. طرف میگو برای چی؟ بودیم مثلا بخاطر این بچه، هدیه به بچه ها. بعد 500 تا میگرفتیم، بعد مثلا این کتاب 2 مارکی را بهش میدادیم. بعد من یادم ما یکی از این چیزا 570 تا از یه نفر گرفتم، اون موقع قیمت یه چادر بود 570 مارک برای یه بچه. بعد اون وقت میگفتیم گرانترین کتابی که با توی عمرمون دیدیم 570 مارک یک کتاب قیمتش بوده. حالا آخرش مثلا این کتاب رو به نفر میدادیم، میگفتیم این چیزه، این هدیه است، تازه به اسم کتاب فروشی اینجوری اقوازی میکردیم از مردم. یا یادمه یک چیزی تشکیل داده بودن انجمن به نام انجمن زنان، که بریم برای زنانی که شوهرانشون توسط حکومت کشته شده پول جمع کنیم. بعد ما رفتیم، هممون مرد بودیم، بعد رفتیم. حالا خنددارش این بود که مسئول این انجمن هم یک مرد بود، یکی از این مسئولی اینا بود. بعد رفتیم تو خیابون، یکی از این کسایی که به مراجعه کرده بودیم بقول معروف سوژه، ما گفت که شما چه انجمنی هستین که به اصطلاح همه تون مردین که انجمن زنان مدبا یه زن امرتون باشه. مثلا من خودم بهشون گفتم آه چون زنم توی این انجمن بوده، شهید شده، کشته شده، من به خاطر زنم اومدم. خب بعد گفت خب مسئول انجمنتون که میخوام اونم با اون صحبت کنیم، مسئول انجمنم هم مرده. یعنی شده هم شاکی شده بود، میگو آقا این که نمیشه، همه چیز زن مرد باشن، یه انجمن بنام تحت عنوان انجمن حمایت از زنان ولی همه شون مرد هم. منظورم این شیادی ها و این شگفت های واقعا خنددار و موسیقی رجوی واقعا امتحان نداره. ما همجوری یادم میاد بعضی جواب بهتون براتون میگم. بعدش همینجوری ادامه داشت تا اینکه سال 76 بود که آقای رجوی یه دفعه دیگه تیرش میگن تبدیلش به تای دیگه کرده و دیگه دید این موشک استراتژیکی که فرستاده خارج کشور هیچ بردی براش نداره، دوباره مریم رجوی دست از درازتر این موشک کمانه گرد، افتاد توی اشرم برگشت. که این موقع کلی از نیروها مسئله دار شدن، از جمله خودمونم مسئله دار شدن. من گفتم من دیگه با این سازمان کار نمی کنم و میخوام به عنوان هوادار تو حاشیه باشم. هنوز تو اون موقع به عمق به اصطلاح دجالیت و دروگوی بودن و دیکتاتوری رجوی پی نبرده بودن. که من گفتم دیگه من با این سازمان کار نمی‌کنم، ولی بعد یکی از این اعضای بالای سازمان بودم محسن عباسی اومد منو برد اوبر سرواز مریم که رفته بود، خانمی به نام ثریا شهری اونجا بود تحت اسم مستعار طاهره، ایشون منو گفتش که نه میتونیم بریم عراق یه بار، یه نشست توجیهی هست، دوباره همه تون بر میگردین برای کار ادامه کار و اینا.
که بعد ما هم قبول کردیم که برگردیم عراق و به اصطلاح یک نشست عید بود، عید 76 بود که برگشتیم عراق که برم نشست عید و بعدش هم دوستامو ببینم و برگردم. که رفتیم، رفتن همونو به تو اردن پاسمونو گرفتن. من موقع پاس آلمانی داشتم، پاس هموپرستم داشتم، هموپرست میشه اقامت دائم. پاس آلمانیمونو گرفتن تو اردن، با اتوبوس ما رو بردن و بعد چیزم رجبی گفت که دیگه کسی رو ما خودم مشخص مونیم که رو بفرستیم. بعد دیگه گفتم بابا من میخوام برم برگردم، من پاسم پاس دارم اونجا. گفتم نه، بریده نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. به قول شما به اونایی که باشون مخالف هم نمیخواستن ادامه بدن با اینا، بعد میگفتن بریده، بریده نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. چرا اونجا چرا پاس شما رو گرفتن؟ اگه پاس آلمانی داشتی تو اردن چرا گرفتن؟ بله، علتش این بود که کلا کسایی که از خارج وارد عراق میشدن تو اردن پاساشون رو میگرفتن، به صورت غیرقانونی وارد عراق بشن، بعد اگر خواستن از عراق برن بیرون، تحت تو حکومت صدام اینجوری بود که اگه کسی غیرقانونی وارد عراق بشه 8 سال باید تو زندان ابو غریب بمونه، بعد اونا میفرستادن کشورش. ببخشید من متوجه نشدم، یعنی سازمان مجاهدین پاس شما رو میگرفت نه دولت اردن؟ نه سازمان مجاهدین میگرفت، نه اردن نه. بله سازمان میگرفت، از اردن با اتوبوس ما رو وارد غیرقانونی وارد عراق میکرد، یعنی اصلا پاسی کنترل نمیشد تو مرز عراق. بله این کارو میکرد که شما غیرقانونی وارد بشین که اگه خواستین یه موقع بزنه بیرون نفر بگن آ تو غیرقانونی اومدی، غیرقانونی اون موقع قانونش این بود که 8 سال بعد بری تو ابو غریب آب خنک بخوری، بعدش اون وقت رو بفرستن کشور خودت. یعنی این سیاست ناجوان مردانه و این شیادی و این کلاشی رجوی یکی از این چیزا بود که اینجوری نیروها رو می آورد اونجا گرفتار می کرد. فرد سیتیزن بود نمیتونست برگرده، سیتیزن آمریکا بود، سیتیزن کانادا بود نمیتونست برگرده. بله خلاصه پاسم نگرفتن و ما رو بردم اونجا. منم گفتم من میخوام برگردم، که پاسی در کار نیست الان، اگه در قانون اومدی باید بری، اگرم بری باید 8 سال تو ابو غریب بودیم، باید تازه تو رو میفرستن ایران. این آدم میدونست خدا چیکار کنه با این وضعیت، چجوری بره چیکار کنه، هیچ دیگه. خلاصه اینجوری گرفتار شده بودیم اونجا. بعد اون موقع یه بحثی هم داشت تحت عنوان تئوری انقلاب، همین بحث انقلاب کذاییشمو تئوریزه میکرد رجوی. یکی از مهندهای خنددارش این بود که مریض داریم، مجاهد بیمار نداریم. یعنی مثلا تو اگه مریض میشودی میگفتن تو نباید بری تو رو تخت بخوابی، باید بیای سر کار. میگفتم بابا مریضم. میگفت نه تو مریض نیستی، خودتو به تمارض زدی. پس میگفت این بحث آورده بود که مریض داریم بیمار نداریم. میگفتن بابا مریض و بیمار میشه یک کلمه مترادف همه. واقعا مثلا همه میگفتن خدا گیره چه سازمانی مفتادیم با چه رهبری کلاشی. بعد توی که از این همین نشست ها بود که اون موقع که من گفتم نمیخوام بمونم، میخوام برگردم اینا، با همین نفرات به اصطلاح فدایی رجوی 5-6 نفری ریختم سرم و دو تا از دندونام رو شکوندن و خلاصه کتک حسابی اونجا خوردیم. خلاصه هیچ راهی برام دیگه نمونده بود که چیکار کنیم، چون من واقعا دیگه اونجا وقتی رفتم گفتن که نمیتونی برگردی، بعد یکی از مسئولین بالای سازمان اینا گفت، بعد قشنگ زوم شدم روی مناسبات سازمان، تازه فهمیدم که چه مناسبات قرون وسطایی و استالینی واقعا داره سازمان، که ما به اصطلاح شستشوی مغزی شده بودیم نمیتونستیم درک کنیم اینا. بعد مقال رجبی میگه همه سردر سازمان نوشته فدا و صداقت، با این سردری که نوشته نفرات رو میبره تو، تازه میبینی که تو داخل این بخصوص تو بین سران این فرقه چیزی جز ریا و رزالت و خیانت نمیبینی.
ذره ای صداقت نیست، همش دروغگویی، همش اون بالایا با چاپلوسی با رسالت مواجه میشید. در واقع فقط تو سردرش این نوشته که تا نیروها رو جذب کنه و بفرید و ببره داخل. خلاصه من میخواستم بگم که اونجا این بندهای تئوری کردن انقلاب اینا خیلی محشر بود که حتی من یادمه توی یکی از خاطراتم این بود که تکشی نشسته داشت همین بحث رو باز میکرد، تئوریزه میکرد، پسرش محمد اسمشه، هم بغل دستی مدش صداش کرد، گفت محمد، گفت چیه؟ مورد دم گوشش کنید بابا چی میگه؟ گفت داره کشک میگه. یعنی بحثایی که این میکرد تحت عنوان انقلاب کذایی مریم و این رو تئوریزه میکرد، حتی پسرش هم قبول نداشت، چا برسه به چه نیروهایی که سازمان وجود داشتن و حضور داشتن. منظورم این که این سرنوشت من بود. بعد از برگشت از اینجا و دوباره رفتن افتادن تو دام اونجا، خلاصه من دیگه ناامید شده بودم در واقع از زندگی. گفتم دیگه خلاصه هیچ فرجی نیست و نمیتونم، چون اگرم بخواستم بزنم بیرون منو میبردن ابو غریب، 8 سالم باید تو ابو غریب میموندم. خلاصه دیگه نمیتونم چیکار کنم. تا اینکه عضو حامد جهانی، این صحبت از پسر آقای رجوی کردید، محمد، گویا دختر خانم رجوی هم اونجا هستند، از اونها چه خبری دارید یا خبر جدید چی هست؟ خاصی ندارم، ولی اون زمان ما که بودم یه وقتی دو بار خود آمریکایی‌ها صداش کرده بودن پسرش رو که اگه میخواید بره. نمیدونم چه جوابی داده بود، ولی مثل که با مسئولش برده بودن، این بیچاره نتونسته بود اونجا حرف دلش رو بزنه. و تا اونجا که من خبر دارم جفتشون ناراضی هم، جز ناراضی هم، ولی چاره ای ندارن و نمیتونن اونجا اونجا رو ترک کنن. دیگه خبر خاصی ازشون ندارم. بله، ممنونم از شما. درباره ازدواج اینها، یعنی اینها هم چون جزء سازمان هستن به اصطلاح ازدواج کردن براشون ممنوعه، چه دختر خانم رجوی چه پسر آقای رجوی، یا اونها تافته جدا بافته هستن؟ فقط ازدواج در سطح رهبری، فقط توی سازمان این فرقه عجیب غریبه، همه چیش عجیب غریبه، فقط رهبری میتونه زن بگیره، بقیه باید چیز باشه، مجرد و تاریخ دنیا بمونه. جالب اینجاست که آقای رجوی، آقای سربیالا، تو پرانتز اینو بگم، آخه اینا به طور خاص مریم رجوی همه جا میره این برانوار دم از حقوق بشر و بعدشان اسلام بردبار میزنه. من نمیدونم این اسلام بردبار اینا چیه که توش ازدواج نیست، ازدواجی که سنت میگن پیامبر اسلامه، سنت پیامبر اسلام بوده، توش ازدواج وجود نداره. این اسلام بردبار و این حقوق بشر تو چیه که توش خانواده ها نمیدونم بچه هاشون رو ملاقات کنن، باشون تماس داشته باشن؟ این اسلام بردبار چیه که توش نمیدونم بچه ها باید جدا از پدر مادرشون بزرگ شن زندگی کنن؟ ما از این اسلام بردبارشون نفهمیدیم. بالاخره معنی اسلام بردبارشون چیه؟ چه فرقی داره با اون اسلامی که داعش داره، خون میریزه، با زنان اونجوری برخورد میکنه، با اون گروه های توریستی دیگه چه فرقی داره؟ بعد از به حضورشون به شما بگم که در جنگ آمریکا با برای سرنگونی صدام که شروع شد، تقریبا کسانی که بیشتر خوشحال شدن 80% 90% نیروهایی که معترض بودن و مخالف سیاست های رجعی بودن خوشحال شدن، گفتن خب صدام که سرنگون بشه اون به اصطلاح رجبی اون حمایت های نظامی و همه جانبه مالی و کمک های چیزی که از صدام میگرفت رو از دست میده و دیگه نمیتونه به ما دیکتاتوری کنیم و ما میتونیم راحتی از سازمان بزنیم بیرون. خلاصه منم یکی از اونا بودم که خیلی خوشحال شدم و بعدش هم
اولش منتظر بودیم که آمریکا ما رو تعیین تکلیف کنه، چون بعدش اصطلاح رو گرفته و اینا، ما گفتیم خب دیگه اصطلاح رو گرفته و بعدش ما رو میفرسته. این منتظر بودیم تا اینکه بحث استاتو شد و قرار شد ما تو عراق بمونیم. فعلا سازمان با اینا زد و بند کرد و نمیدونم چه ساخت و ساختی کرد، ولی قرار شد ما بمونیم. که من دیگه سال 83 تصمیم گرفتم به هر شکلی شده از سازمان بزنم بیرون و بیام تو کمپی، یک کمپی تشکیل داده بودن خود آمریکایی‌ها توی همون تو کنار کمپ سال 1383. بله 1383، من خورشیدی رو میگم. بله 2003 بود بکنم، دقیقا من یادم نیست، 2003 بشه بود، 2003 بود، 2002 جنگ شروع، 2003 یا 2004 2004 بود. بعد ما رفتیم اونجا، اون کمپ به نام تیف که کمپی بود توی بیابونه عراق و چادری بود و تو گرما، تو مرداد هم بود واقعا، تو گرمای طاقت پرسا. ما رفتیم اونجا، سازمان انقلابی رجوی با اسلام و بردبارش ما را با یه دست لباس، یه پیرهن و یه شلوار و یه جوراب فرستاد، هیچ چی نمیذاشت از چیزمون دستمون ببریم. اینجا بحث اموال سازمان بود، من سمت پیش میگفته این آره این اموال سازمانه، اینا همش متعلق به نیروهاست. گفتم نیم کدوم سازمان، کدوم اموال، ما که هیچی نداشتیم تازه سازمان، همه چی مال این رجوی بود، اگرم چیزی بود، چهار تا آیفا و چهار تا سازمان. از بزرگ خلاصه ما را فرستاد اونجا، هیچی نداشتیم و ما مجبور شدم تو این کمپ آمریکایی حدود 4 سال روزانه 14 ساعت برای اینا کار میکردم. یه دونه سالن غذاخوری انبار غذایی داشتن، از این ماشین های به اصطلاح باری از این یخچال دارا میامدن براشون بار میامردن، ما باید این رو خالی میکردیم، تو انبارا میچیدیم، روتشن میکردیم از این حرفا. خلاصه با ساعت یه دلار آقای سوربی ما کار میکردیم برای اینا. من حدود 3 سال و 8 ماه تو کمپ توی همون چادری بودم، روزانه با ما 4 تا بطری آب میدادن، یه غذایی از این غذای چیزه هست خودشون بهش میگن اماری، غذای حاضری هست، این هست که برای جنگ زده و سیل زده و از بالای هواپیما میدازن با کارتونی چیش نمیشه، کنسرو و کن و این چیزا هست. آره کنسرو از این چیزا بود، ما اون غذاها رو باید میروشتیم سرد میخوردیم و آب با اون وضعیت چیز غذایی و با اون وضعیت چیز هم هر از گاهی هم نصف شب ما رو بیدار میکردن دوباره آمار بگیر دوباره با خواهد دوباره، این ارتش دیگه. راسته ما جز اسیر جنگی بودیم اونجا دستمون. توی چهار سال و هشت ماه من حدود 10,000 تایی با همین یه دلار کار کردن، پولا با ما نمیدادن، فقط ماهانه یه کاغذ ما میدادن که اینقدر کار کرد، تا اینکه قرار شد دیگه اونجا رو تحویل عراقی ها بدن. ارتش آمریکا میخواست عراق رو ترک کنه و تحویل عراقی ها بده اونجا را، که گفتن باید این کمپ هم تخلیه بشه، شما هم باید برین، یا برین ایران یا برین، ما که نمیخواستم بیرم ایران، حدود البته ما حدود 900 نفر اونجا بودیم، جدا شده بودن از سازمان، حدود 700 نفری رفتن ایران، ما حدود 200 نفر اونجا بودیم که گفتیم ایران نمیخوام بریم، باید بریم خارج. و بعد یه بارم با ما UN اینترنتی مصاحبه کرد از طریق ما باره، بعد جواب داد که ما به عنوان پرنده شناخته شدیم، قبول شدیم، ولی هیچ کشوری ما رو نمیپذیره، گفتم توی گروه تروریستی بودیم. بعد هیچی، گفتن آقا ما پولتون رو میدیم، هر کس خواست خودش بره. ما دوتا ستا با هم جمع شدیم، منم با یکی دوتا از دوستانم جمع شدیم، ما رو بردن سر جاده خیابون، گفتن بریم کدام نمتاله. بعد هیچی دیگه، ما رفتیم کردستان، از اونجا هم از طریق قاچاقچی رفتیم ترکیه، از ترکیه هم اومدیم آلمان، که این 10,000 تا که خرج کردیم اونو تقدیم قاچاقچی کردیم، 9,000 تاش و 1,000 تاش هم خودمون خرج کردیم توی این مدت تا خودمون رسوندیم آلمان. وقتی اومدم آلمان و این مسئولین کمپی که رفته بودن به من میگفتن تو این 12 سال کجا بودی، اگه پیاده هم میخواستی بیای اومده بودی تا حالا.
بودم والا ما گیره یه سازمان مافیایی افتاده بودیم که نمیذاش پیاده هم بیاد. خب اون وقت شما وقتی اومدید آلمان قبلا پاس آلمانی داشتید، شما رو دوباره مثل یه پناهجو به اصطلاح بردن تو کمپ و این چیزا؟ بله بله، با اتفاقا به خاطر همین اون پاس منو کنسل کردن. من گفتم واسه اقامت دائم داشتم چون دیگه تاریخش تموم شده بود و بعد تمدید میکردن، نکرده بودم، غیر قانونی بود دیگه رفتن من. آها، یعنی طول کشیدن اگر رفتن من 12 سال بود. من بعد دیگه پاس آلمانی رو میگرفتم، در واقع سیتیزنش رو میگرفتم که نگرفته بودم، رفته بودم، اون پاس دیگه باطل شده بود، دوباره با من از نو برام مصاحبه گذاشتن. بعد بعدش یه سازمان یه کار دیگه هم که کرده بود، اون موقعی که مسئولین کمپای آلمان پیگیری کرده بودن که من کجام، این سازمان گفته بود این رفته ایران. سال 80 خورشیدی سازمان گفته بود، درست سال 80 خورشیدی سالی بود که سال بحث تومه بود، نشست تومه، میگفت که یه نشستی گذاشته بود رجوی حدود 4.5 ملت رو که میگفت که شما همه تومه برین از سازمان، نشست بریدی نداریم. یعنی وقتی کسی جدا میشه از سازمان، بله، وقتی کسی جدا میشه از سازمان، سازمان کارشکنی میکنه. بله. در جهت اینکه این طرف بتونه جایی پناه. بله. دقیقا کارشکنی کرده بود، گفته بود داره این رفته ایران. که من گفتم آقا کجا، من این عکسایم اتفاقا خوشبختانه من یه سری عکس با مسئولین کمپ آمریکایی گرفته بودم با اون افسرای آمریکایی و اینا، اون عکس‌ها رو نشونشون دادم که نشون بده که من کجا بودم، کدوم کمپ بودم، کجا نبودم. خلاصه طول کشید تا تونستیم قانع کنیم که آقا ما عراق بودیم، سازمان نمیذاره شما برگردی. اینم در واقع حدود یه سال طول کشید تا من تونستم قانع کنم اینا رو که من توی چیز بودم، توی کمپی بودم که کمپ اشرف بودم، سازمان اینطوریه، نمیذاشت نفر خارج بشه، مجبور شدیم بریم کمپ آمریکایی. از آمریکایی کمپ آمریکایی اینجوری با این سرنوشت اومدیم. بله، اینجوری کارشکنی میکرد. اون نشسته که گذاشته بود، نشستش اینجوری بود، دو تا کاغذ باید میدادی تا تو رو نشست خاتمه میداد. یکی که من رفتم خودم رو گذاشتم اون برای مرد، یعنی گذاشتم داخل ایران، رفتم زندان، پیر خلاص زدم، مزدور شدم، بعد پشیمون شدم، برگشتم دوباره سازمان. اینا باید مکتوب می نوشتی. یه چیز دیگه هم که باید می نوشتی تحت عنوان نشست غسل هفتگی بود که بنویسی آره من فلان زن رو دیدم، لحظه جوری داشتم، اونجوری داشتم. اینا رو این دوتا کاغذ ازت می گره. بعد نفری که جدا می شد می گفت آره این خودش گفته من فساد چیز اخلاقی داشتم. دومش آره این خودش گفته من مزدور میشم، من خائنم، من رفتم ایران. اینا رو مکتوب ازت میگیرم نگه میداشت بعد که فردا علیه تو استفاده کنه، علیه تو کارشکنی کنه و چیز کنه. ببخشید این چیزی رو که شما میگید من یادم میاد فیلمای فارسی اون وقتا یه بنده خدایی که توی دام این قاچاقچیا و چاقوکشا و اینها میافتاد تو شرایط بدی، اینها ازش سفته میگرفتن یا سفته میگرفتن و اون بنده خدا همیشه مجبور بود که تن به هر کاری بده، زیر بار هر زوری گردن خم کنه که اینها اون سفته ها رو به اجرا نذارن، چون اگه میذاشتن چیز دولتی بوده اونها زندان میافتادن. واقعا خجالت آوره که یک سازمانی اونجوری با اون افتخارات شروع کرد و امروز بعد از 50 سال به جایی رسیده که به قول شما با این همه گدایی کردن در اروپا این وضع رو داره، به جای اسلحه و به جای کلاشینکوف و اینها جارو و ته مپ باد بکشن و رژه برن، به جای جوانهای به اصطلاح با دانش و با سواد یه عده پیرمرد مسن. ضمناً من اون حرف رو نزدم، اون چیزیه که همه میگن، که میگن این سازمان ارتش آزادی بخشه یا خانه سالمندان. اگر آقایون رجوی و دیگر رهبران سری به اینترنت بزنن نظرات مردم رو شاید بیشتر بدونن، درک کنن و شاید یه فکری به حال خودشون و این بیچاره ها بکنن. در اصل ممنونم از شما، من باز ساکت میشم و پای درد دل شما که خیلی جالبه آدم ضمن این که غصتش میگیره ولی براش درسی میشه که
ببینه چه مکافاتی، چه به اصطلاح دردسرهایی شما تحمل کردید. کسی که پاسپورت آلمانی داشته با پای خودش رفته اونجا، بعدن اینجوری بیاد توی این کمپ ها. و من اتفاقا این سفری که داشتم به آلمان، رفتم یکی دو تا از این کمپ های که توی یکیش 1000 تا از این به اصطلاح پناهجویان هستن، توی انگلهایم نزدیک فرانکفورت، بله اونجا دیدن کردم و اینها. و افرادی که بودن توی این کمپ ها میدونن، چون شما وقتی که جوان هستی، سرباز هستی، توی آسایشگاه های ارتش میخوابی، فرق میکنه با وقتی که با خانوادت میای با زن و بچه، ولی شما رو با افراد دیگه توی همون آسایشگاه ها نگه میدارن، توی همون حمام های عمومی مثلا با دوش بگیری و اینها. و واقعا چگونه اینها میخوان پاسخگوی شما باشن که این ارزشی رو که شما برای اونها قائل شدید، آزادی خودتون رو دو دستی تقدیم کردید، پاسپورت خودتون رو به اونها دادید و اونها در پاسخ حتی وقتی که شما به وسیله آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها بازی شانسی به دست آورده بودید که بتونید پناهندگی بگیرید، اینها اونجا چوب لای چرخ این سیستم می‌کردن. آره من می‌خواستم اینو عرض کنم خدمتتون که جناب آقای شوربی، درسته که رجبی به طور خاص مریم رجبی این برانور میره هی میگه امنیت جان، نمیدونم امنیت جانی ندارن نیروها تو لیبریتی، ولی کسی که هیچ ارزشی برای جان این نیروها نیست، کسی که امنیت این نیروها رو به خطر انداخته، کسی جز رجبی ها نیستن و نبودن نخواهند بود. ببینید تا همه مقطع براتون توضیح دادم که این رجبی فقط به خاطر حفظ خودش، حفظ اون مطامع قدرت طلبی های خودش، همیشه نیروها را سفر بلای خودش کرده و هیچ موقع مسئولیت پذیر نبوده، هیچ پاسخگو نبوده که مثلا اینجا من این تحلیل رو کردم اشتباه بود، اینجا من این کار کردم. ببین تا همین جریان جنگ تمام دنیا میگفتن داره جنگ میشه، اگر توی اون روستایی فلان دوغزاباد هم ازش میپرسیدی این تحلیلش این بود که آقا جنگ ایران و چیز آمریکا و عراق صورت میگیره، چون تمام ماشینالاتش رو تا ترکیه، مرز ترکیه آورده بود، ترکیه و عراق، مرز ترکیه و عراق. همه میگفتن این تو نشست آخری که گذاشته بود میگفت جنگ نمیشه، اگر هم جنگ بشه ما میریم سرنگون میکنیم، ما میریم سمت ایران، میگیم ما داریم میریم کشتر خودمون. آخه همینجوری چطوری با چی بسن؟ بعد ما رو گذاشت توی قسمت مرزی ایران و عراق تو کوهای همرین، اونجا تو سنگر زیرزمینی ما زندگی میکردیم با کمترین غذا، مثلا یه دن از این نونای عربی میدادن، نمیدونم شما دیدین یا نه، یه دن نون عربی میدادن، این نون عربی رو اندازه یه دن بشقاب کوچیکه، بعد اینو باید خاطر که بچه ها روانی خودشون سیر کنن اینو از وسط باز میکردن، میگفتن دو تا نون داریم بخوریم، اینجوری مثلا با این وضعیت زندگی میکردیم اونجا. بعد جنگ شد و صدام هم سرنگون شد و خبری از ایران نشد، ما دست از باد رزدار برگشتیم، اعتقاد که کشته شدم این که برگشتیم همش هم زیر بمباران چیزای آمریکایی. بعد ایشون میگفت که آره این صدام به ما نگفت که داره چیز میکنه، آقا این تحلیلش این بوده جنگ بشه سربازای آمریکایی، سربازای ارتش آمریکا کلا سوسولن، نمیتونن تو گرمای طاقت فرسای این عراق تحمل کنن و دارن چه جا میزنن، نمیتونن جلوی نیرو زمینی. این تحلیل های آبکی رجبی بود. ما دیدیم که سالیان سال همین ارتش سوسول آمریکا توی عراق دوام بود و جنگ هم شد، صدام هم سرنگون شد. بعد از جنگ دستگیری مریم رجبی پیش ما، تازه بعد از دستگیری ما فهمیدیم که مریم رجبی ما رو گذاشته رفته با 400 تا سوگلیاش رفته فرانسه. حالا ما باید سوال میکردیم چرا خانم رجبی ما رو گذاشته تو سنگر با اون وضعیت غذایی، با اون وضعیت گرما و آب و هوای عراق، با اون زیر بمب، مهیب ترین بمباران
در طول تاریخ جنگا ما قرار داشتیم. با این B-52 شما ارتشی هستین بهتر میدونیم، زمین رو شخ میزد. واقعا ما زنده بودیم شانس آوردیم، زمین رو شخ میزد تو عراق. بعد ما تو اون وضعیت بودیم، ایشان رفته بود اونجا، باید ما پاسخگو بداد چرا ما رو گذاشتی زیر بمباران، چرا آقای رجبی مخفی شده، چرا خانم رجبی که رهبر این سازمانی رفته تو اوبرسواز ما رو زیر بمباران گذاشته. ایشون نشست گذاشته بود، خانم فهیمه اربانی میگه که شما باید شرم کنیم که مریم رجبی دستگیر شده تو زندانه. حالا زندان که نه، تو بازداشتگاه اروپا دیگه که مثل از هتل هم بهتره. بعد شما اینجا زنده این دارین غذا میخورین. یعنی واقعا آقای سوربی واقعا آدم مخش سوت میکشید این حرفا رو اونجا میشینید. باید تو اونجا میگفتی آره من باید شرم کنم، من باید خودسوزی کنم. یعنی نفرات اونجا تشویق خودسوزی میکردن، میگفتن شما چرا شرم نکن. اونی که سوال داره، اونی که باید شرم کنه خانم رجبی که ما رو تنها گذاشت زیر بمباران رفت. اونی که باید شرم کنه آقای رجبی که رفته تو مخفی دو خودشون مخفی کرده. ما که زیر بمباران بودیم، کشته دادیم با اون وضعیت، ما باید شرم کنیم. یعنی همه چی وارونه بود توی این سازمان آقای سوربی. میخواستم اینو خدمت رسونم، مسبب اصلی همه این وضعیت ها خود آقای رجبی است با اون اندیشه قرون وسطایی. درسته خودشون هم اسلام مترقی میدونن، ولی بوی از اسلام، بوی از انسانیت نبرده. شما الان راجب فیلم های خانواده ها میگفتیم، واقعا آدم دلش کباب میشه که پیرمرد پیرزن مسن اومدن بعد 20 سال بچهشون رو ببینن. هیچ ارگان حقوق بشری نمیتونه این حق ازت بگیره که تو با فرزندت ملاقات نکنی، اونم بعد 20 سال. یه حق قانونی هر پدر مادریه، هر فرزندیه که پدر مادرش رو ببینه. این تو زندانم، طرف تو زندان، بدترین زندان هم بهش مرخصی میدن برم پدر مادرش رو ملاقات کنه. تو سربازی بقول شما تو ارتش بودیم، میبینی سربازی به آدم مرخصی میدن که بره پدر مادرش ملاقات کنه، دوباره بیاد ادامه خدمت شده. آخه این چه سازمان انقلابیه؟ این چه به اصطلاح ارتش آزادی بخشیه که همون ارتش سالمندان که نمیذاره پدر مادر ببینن بچه‌شون. واسه دروغ واقعا خنده‌داری بود. همه رسانه‌ها نشون میدن، همه این پشت خبری دادن این تجمع خانواده‌ها که بیچاره با یک مقوا، یه چیز امکانات هم نداشتی، روی یک مقوا اسم بچه تو نمیشته ملاقات. بعد این میگه نیروی سپاه قدس اومده پشت درهای لیبرتی. آقای واقعا کی باور میکنه اینا؟ کی مثلا؟ خب البته اینا برای مصرف داخلی، به خاطر که نیروهای داخلی هیچ اطلاعاتی از بیرون ندارن، هیچ امکانی ندارن که با فضای اینترنتی دنیای خارج از اون کمپی که توش قرار دارن، در واقع اون قبری که براشون درست کرده تحت عنوان کمپ و تشکیلات، هیچ اطلاعی از بیرون هم اونجا ندارن که نمیدونن چه خبره. فکر میکنن آره واقعا نیروی سپاه قدس اومده میخواد اونا رو ترور کنه، یا نمیدونم این داعش همون نیروهای عشایر انقلابی عراق هستن که دارن نور مالکی رو که مزدوره سرنگون کنن. اینا رو واقعا اونجا باور میکنن آقای سوربی. واقعا چون من خودم داخل اونجا بودم میدونم چه خبر اونجا. واقعا از دنیای بیرون واقعا آدم بیخبره. چون میدونی که خب اگر بیخبر نبودن که نمیمدن به این خانواده ها سنگ پرت کنن یا حتی فحاشی کنن، یا به قول شما یه سری پیرمرد و پیرزن که 30 سال بچه هاشون ندیدن به اینا تهمت بزنن که اینها جزء سپاه قدس هستن. که البته ببینید خیلی شرم‌آوره، اگه اینها سپاه قدس هستن تو دیگه چه سازمان بیچاره‌ای هستی که از پس اینها بر نمیای؟ یعنی اگه این پیرزنها پیرمردها سپاه قدس هستن، خب نشون میده شما سازمان مفلوکی شدید بعد از 50 سال که حتی اینها شما رو تهدید میکنن. نمیدونم والا از هر طرفی میریم اگر یکم منطق اینها داشته باشن فکر کنم باید در این سازمان رو ببندن، خیلی
با خدافزی برن دنبال کار زندگیشون یا یه کار جدیدی پیدا کنن. درست از شما فرمایشاتون کاملا صحیحه. ببینین یه بحثی هست، ببین رجوی همه رو دشمن میدونه، فقط خودشو قبول داره و خودشو میگه من هرچی میگم همونه. ببین میگه که خانواده ها دشمن هم. قانون فساد هم. نمیدونم این با اون زبان چاله میدانش به خانواده های محترم میگه خانواده الدنگ، با خانواده شرمش میشه اینا به زبان بیاره. یا مثلا به اپوزیسیون داخل کشور میگه که اینا مزدور هم. به اونایی که جدا شدن اینا رو قبول ندارن میگن مزدور هم. به سازمان ملل و اون ارگان حقوق بشر کمیسر عالی پناهندگان و نمایندهش تو عراق میگه این مزدوره، اون اومده مسائل امور حل پس کنه، این انتقال نیروها رو به کشورهای ثالث و خلاصه با کشور ایران هم تو صلیب سرخ ایران هم تو ارتباط بود، بالاخره این نیروها هم ایرانی هم باید باشه، منطقی باید باشه با اونا صحبت کنه. میگه نه چون با اینا ارتباط داشته پس مزدوره، این باید برکنار بشه. نمیدونم این کشورهای پنجم علاوه یک با ایران میشنن مذاکره میکنن اینا مزدورن، نمیدونم مماشات میکنن، نمیدونم. یعنی اگه منطق سرش باشه آخه نمیشه که همه دنیا مزدور باشن الا کسانی که مثل آقای ازرخانی و سامه که به خاطر مزد بگیرید اینا رو قبول دارن و میگن آره این درسته. یا اینکه اون جناح جنگ طلب توی آمریکا یا نمیدونم اسرائیل که سیاستشون با اینا یکیه، اینا میشن خلق قهرمان. واقعا اون خلق قهرمان اینه کیا؟ خلق قهرمان اونایی هن که بعد از حاصل شدن توافقنامه تو کشور خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ پایکوبی میکنن، اونا خلق قهرمان هن. یا اینکه نمیدونم اون جناهای جنگ طلب تو آمریکا یا اون دولت اسرائیل که مخالفن با این توافق، خلق قهرمان اینا کیاست؟ من همین خواستم اگه منطق واقعا داشته باشن یه ذره به خودشون پلاشون رو قاضی کنن، آخه نمیشه که همه کسانی که با شما مخالف هستن با سیاست های جنگ طلبانه و خشونت طلبانه با استراتژی شکست خورده شما، استراتژی خشونت و ترور شما مخالف هستن بشن جنگ طلب، بشن چیز دشمن. آخه این کجاش منطقیه؟ شما باید یک کمی فکر کنید. ببین بالاخره هر نظر مثبتی هم تو دنیا مخالف داره، موافق داره، مخالف داره. شما میگین همه مخالفین چیزن، مزدورن، سازشکارن، فقط ما این که اونم آلترناتیو که نه، تنها آلترناتیوی. آخه کدوم تنها آلترناتیوی؟ کدوم بقول شما هزار خورده نفر آدم بیمار و مسن میتونه آلترناتیو، اونم تنها آلترناتیو باشه برای یک حکومت که الان به عنوان یک قدرت منطقه واقعی؟ خب بحثا رو باید واقعی دید دیگه، باید دشمنت هم واقعی ببینی تا بتونی باش ارزیابی کنی. شما خودتون ارتشی بودین میدونین دیگه، دشمن رو باید واقعی ارزیابی کرد باید بشه باش مقابله کرد. شما به اصطلاح همین حکومتی که تو منطقه به عنوان یک قدرت روش حساب میکنن، اما روش بحث سوریه و جمع کردن همین بحث های تروریستی تو سوریه و تو یمن و اینا میخوان بالاخره یک طرف طرف حساب توی این کشورها که باید باش مذاکره کنن، بشینن پای صحبت راه حل پیدا کنن برای این منطقه. تو این منطقه به عنوان یک قدرت چیز روش حساب میکنن، شما میخواییم با 1300 تا آدم تنها آلترناتیوی این باشین و اینو سرنگو کنیم. هر 6 ماه هم یه بار سرنگو میکنیم دوباره هی میگه تو من تو یکی از این نوشته هم نوشته بودم که همیشه میگه این حکومت ایران تو سراشیبی سقوط، این نمیدونم چه سراشیبی که تموم نمیشه. در واقع اینجوریه آقای سوربی. من میخواستم حتما تو نرس کنم نیروهای سازمان واقعا نیروهای صادق بودن، البته اون نیروهای بدنه سازمان، ولی سران
فرقه به طور خاص خود رجوی ذره صداقت و انسانیت توشون نیست و هیچ. ببین کسی که به رهبری سازمان خیانت کنه، خودش رو به عنوان رهبر جا بزنه، معلومه به قول معروف میگن خشت اول که کج باشه تا سریا این دیوار کج میره. از همون خیانت اولی که به رهبری سازمان کرد، بنیانگذاران کرد و این رهبری سازمان رو به زور تصاحب کرد، دیگه بقیه دیگه پشتش میاد. خیانت به نیروها، خیانت به مردم عراق، خیانت به مردم ایران تو با شرکت در جنگ و کشتن سرباز و خیانت به نیروها، اینا دیگه پشت بندش میاد. خیانت به جنبش، این بزرگترین خیانت رو اگه بخوایم حساب کنیم به جنبش مردم ایران، بزرگترین خیانتی که به جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران، به جنبش زنان شده، از طرف همین رجوی با این مناسبات فرادرانه شده. اینو باید به جد عرض کنم و واقعا بهش ایمان دارم که واقعا خیانتی که از طرف این رجوی تحت عنوان مبارزه به جنبش به وارد شده جبران ناپذیر نیست، ناپذیره. ببین بزرگترین چیز مردم، سرمایه مردم اعتماده. این به اعتماد مردم خیانت کرده. ببین ما یه نسلی بودیم، نسلی واقعا بی چی میگن ساخت و ساده بدون بلاغش، میخواستیم واقعا دنبال آزادی بودیم، دنبال واقعا به چه سرنوشتی ما را دچار کرد. ببین من 50 خورده سالمه الان، تخصص چی دارم؟ به چی؟ من میدونستم به عنوان یک متخصص تو این جامعه برای خدمت کنم به مردم. الان من برم برای مردم چی خدمتی کنم؟ حالا دانشگاه شیراز دانشگاه کمی نبود وقتی شما تو کنگو به اصطلاح اونجا قبول شده بودید الان، ولی واقعا جای تأسف داره. البته جای خوشحالی داره که باز هم میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است و جلو اشتباه رو هر وقت بگیرید به اصطلاح جلو ضرر رو هر وقت بگیرید منفعت. خوشحالیم که شما به خودتون آمدید و در به اصطلاح این رو دریافتید. بیشتر ممنون و خوشحال که شما میان خاطرات خودتون رو با دیگران در میون میذارید. این یه شجاعت و شهامت خاصی احتیاج داره که همه کس ندارن. البته نمیشه اونها رو هم سرزنش کرد، چون بعضی ها تحمل گرفتاری ها رو ندارن که شماها به اصطلاح به خاطر این کاری که انجام میدید دوچار میشید. در اصل ممنونم، من باز ساکت میشم. شما اگر صحبتاتون ادامه داره که قشنگ هم گفتید اول صحبت های شما 70 من مثنوی میشه، اون رو بشنویم با هم. بفرمایید. بعد من دیگه میخواستم پایان بدم صحبت من، فقط میخواستم بگم که بله من تنها انگیزهی که باعث میشه من این اشتباهات خودم هم. این چیزایی که باعث شد من توی صدام این سازمان بیفتم به عنوان تجربیات تلخ برای بینندگان محترم تلویزیون مردم و برای جوانان عزیز وطنمون بگم، اینه که این تجربیات استفاده کنم. هیچگاه دوربر این گروه های که با شعارهای پرتمترا میان و فریب میدن نیفتن تو دام اینا مثل ما. و یک چیزی دیگه هم داشتم، ای کاش یک ذره آقای رجبی از خودش شجاعت نشون میداد و میامد از گذشته خودش رو به نقد میکشید، انتقاد میکرد، ازش فاصله میگرد. ای کاش دریغ آوری، افسوس که نه تنها هیچ فاصله نمیگیره بلکه اصرارم داره رو اون استراتژی شکست خوردهش و همواره ازش به نیکی یاد میکنه و میگه که ما باید به قول چیز با همین استراتژی حکومت ایران رو سرنگون کنم، که هیچگاه محقق نمیشه یه چیزی هست غیر واقعی و اصلا تحقق پذیر نیست. من عرایزم رو تمام میکنم، اگه شما فرمایشاتی ندارید خدا بسپارم. من ممنونم از شما همینجا، از سازمان مجاهدین، از مسئولینش، از کسانی که حتی هوادار سازمان هستن.
دعوت میکنیم اگر مایل هستند در برنامه ها شرکت کنند. اجازه بدید از افرادی که جدا شدند و تا امروز اون شجاعت و شهامت رو پیدا نکردند که بیان و به اصطلاح خاطرات خودشون رو با دیگران سهیم بشن، از اونها هم دعوت کنیم تا با تماس با شما دوستان یا با تماس مستقیم با تلویزیون مردم در این برنامه ها شرکت کنند و درست برعکس سازمان مجاهدین و تلویزیونش که اسم نادرستی برای خودش انتخاب کرده، تلویزیون مردم این حق رو به همه میده که بیان نظراتشون رو بگن و ما فقط اینجا بلندگویی هستیم که صدای اونها رو پخش میکنیم و قضاوت رو به بینندگان و شنوندگان واگذار میکنیم. من به عنوان یک ایرانی به نوبه خودم از شما ممنونم، با وجودی که خودتون میایین میگید اشتباه کردید و اینها، میگن مردان بزرگ هستن که میفهمن در زندگی اشتباه کردن و مردان بزرگتر هستن اونهایی که عذرخواهی میکنن از جامعه و میگن که این کار ما اشتباه بوده. شما و دیگر دوستانتون ثابت کردید که در زندگی افراد بزرگی بودید، با نیت پاک و خوب به اونها پیوستید. متاسفانه اونها با رذالت از این پاک دلی شما سوء استفاده کردن. من ممنونم از شما. منم ممنونم از شما که این وقت در اختیار ما قرار دادید و همچنین از بینندگان عزیز و محترم مردم تلویزیون مردم تشکر میکنم که حوصله به خرج دادن و به عرایض و تجربیات تلخ من گوش دادن. بسیار ممنونم از شما، خدا نگهدارتون، به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای علی جهانی بودیم از آلمان، صحبت هایشون رو شنیدیم. این به اصطلاح گفتگو تا ساعت دیگه در تلویزیون مردم در قسمت بایگانی قابل دسترسی هست. شما میتونید در هر وقت از شبانه روز ببینید این ویدیو رو، به دیگران هم اگه خواستید با یه لینک بسیار ساده ارسال کنید. ویدیو در تمام دنیا قابل پخش هست چون سیستم یوتیوب هست. ضمناً باز هم دعوت میکنم از افرادی که صحبت های این دوستان رو میشنون، اگر جایی رو فکر میکنن اینها اشتباه میکنن، اینها بیان و صحبت کنن. چون آقای جهانی در رابطه با پدر و مادرها صحبت کردن، دو تا ویدیوی کوتاه هست که اینها رو ما چندین بار هم تالا نشون دادیم و اون رو برای شما گذاشتیم، امروز هم پخش میکنیم. ببینید که سازمان مجاهدین با پدر و مادرها، با فامیل، با دوستان اعضای خودش چگونه رفتار میکنه. و ما ضرب المثلی داریم که میگن وقتی که طرف با خودش اینجوری رفتار میکنه، دیگه با غریبه ها چه کارها که نخواهد کرد. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکر. کانون آوا اینترنت آدرسشون هست، اجازه بدید اینجا بهتون نشون بدم، چون عوض شد. قبلا آوا خط فاصله association.de بود، الان .com هست. ضمن این که اگر آلمانی بلد باشید، اون .de به زبان آلمانی مقالات و گزارشاتی رو هم اونجا می نویسه. باز هم از شما ممنونم که وقت عزیز و گرامی خودتون رو با تلویزیون مردم، با برنامه کانون آوا به اصطلاح گذراندید. با امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر برنامه ها رو پی میگیریم. مرسی که با ما بودید. چرا وقتی بچه‌مو میارم پشت تلویزیون به من میگه تو دوری، تو اطلاعاتی هستی، تو وظیفی هستی، تو نامادری منی؟ من میدونم، من از حالتهای بچه‌م میفهمم اون تحریک، میفهمم اون تحریک کردم بر علیه من، تحریک کردم بر علیه من، هر چی بده من از اینجا شما به پول داده عزیزه ماده اینجا با سختی آمده فقط جای ببینه مثلا مایی برادرت میشه اومده ببینه آمه محسن مرتدانی برادرت هم
امین عبدالی، امین عبدالی برادر جان، بعد از این خوش سر من شما رو ببینم.